خواهر رونالدو در دفاع از برادرش یک نظریه سمی رو به اشتراک میذاره که اگر اجرایی بشه به احتمال قوی انقلابی در فوتبال به راه میفته. سلام دوستان، به یک ویدیو دیگه از خبر ورزشی خوش اومدین. با مهمترین خبرها و حواشی از ورزش ایران و جهان با شما هستیم. قبل از اینکه بریم و ادامه ویدیو رو ببینیم، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. لایک و کامنت رو هم فراموش نکنین. چند روز پیش به ماجرای لخ شدن نافرجام رونالدو بعد از زدن گل توی یه ویدیو اشاره کردیم که توی چنل هست و میتونین برین ببینین. اما حالا قضیه انقدر بالا گرفته که پای خواهر رونالدو هم به ماجرا باز شده. الما که سابقه دفاع جانانه از برادر خودش رو تو کارنامش زیاد داره، کاسه داغ‌تر از آش میشه و با صحبت‌های فضایی به این آفساید واکنش نشون میده. البته بیشتر از موزه کارشناس و داوری صحبت میکنه تا خواهر بازیکن. از نظر این خانم کارشناس مشکل برمیگرده به این موضوع که به جای رونالدو خواهرش باید بازی میکرده. اون توی یه استوری مینویسه: اگر من با این ابعاد شونم در این صحنه بودم آفساید اعلام نمیشد، پس باید شونه بزرگتر رو با اندامی ظریف جایگزین کرد. دقیقا از زمانی که این استوری رو دیدیم داریم سعی میکنیم بفهمیم معنی این جمله سمی الما چی میتونه باشه. یه سری از کارشناسا میگن منظورش این بوده که شونه رونالدو رو باید به بدن این خانم پیوند بزنن تا به قول ایشون شونه های بزرگتر جایگزین اندامی ظریف‌تر بشه. یه عده دیگه هم میگن بالعکس، باید شونه های این خانم رو به بدن رونالدو پیوند بزنن که اگر این مورد تایید بشه باز میشه گفت کیفیت تصویر حالت دوم برای تماشاچی لذت بیشتری داره. با این همه یه عده هم میگن اصلا به جای رونالدو خود این خانم رو باید به زمین آورد، که اتفاقا تمامی کارشناسان فوتبال معتقدن در این حالت بعد از درآوردن لباس احتمالا بهترین کیفیت تصویر رو برای مخاطب فوتبال ایجاد میکنه که میتونه درآمدزا هم باشه. ولی در کل به نظر ما حرفای این خانم کاملا منطقیه. اصلا چه معنی میده دست و شونه جز آفساید باشه؟ مگه آدم با دست گل میزنه؟ از نظر ما فقط باسن. حالا ما قراره با بچهای فیفا صحبت کنیم که قانون باسن در آفساید رو تصویب کنن و دست و شونه رو حذف کنن و فقط باسن بازیکن‌ها رو معیار قرار بدن. ولی اگر این قانون تصویب بشه احتمالا بهنام بانی کلا میره تو آفساید. حالا چرا گیر دادیم به بهنام بانی؟ فقط از سر نگرانی برای تیم هنرمندا اینو گفتیم. حالا تا ما میریم این قانون رو بدیم تصویب کنن، شما خوب فکر کنین و اگه چیزی به ذهنتون رسید به ما بگید.